بسم الله الرحمن الرحیم. موتور TU5 JP4L4. تهیه و انتشار فیلم آموزشی تعمیرات این امکان را برای متخصصان تعمیرات فراهم می نماید تا بتوانند در هر مرحله از عملیات تعمیر و نگهداری کار را به صورت صحیح و اصولی به انجام رسانند. فیلمی که در پیش رو دارید تحت عنوان راهنمای آموزشی موتور TU5 JP4L4 می باشد که حاصل تلاش همکاران در مدیریت آموزش فنی ایساکو بوده و به منظور آشنایی تعمیرکاران شبکه نمایندگی‌های مجاز سراسر کشور با نحوه انجام تعمیرات موتور خودروی پژو 206 تهیه گردیده است. امید از شما تکنسین ها و تعمیرکاران عزیز با مشاهده این فیلم و به کار بستن نکات یاد شده در آن در ارائه خدمات تعمیراتی استاندارد، جلب نظر مساعد و کسب رضایت مشتریان توفیق یابید. معرفی مشخصات موتور TU5 JP4L4. نوع موتور TU5. کد موتور N6A. حجم موتور 1578 سانتی متر مکعب. حداکثر قدرت موتور 110 اسب بخار در 5600 دور بر دقیقه. حداکثر گشتاور موتور 142 نیوتن متر در 4000 دور بر دقیقه. نسبت تراکم 10.5 به 1. نوع روغن مصرفی توتال کوارتز 7000. ظرفیت روغن موتور بدون فیلتر 3 لیتر. ظرفیت روغن موتور با فیلتر 3 لیتر و 25 صدم لیتر. زمان تعویض روغن موتور هر 20000 کیلومتر. سیستم سوخت رسانی و جرقه بوش. نوع سوخت مصرفی بنزین سوپر بدون سرب با حداقل اکتان 91. گورس پیستون 82 میلیمتر. قطر پیستون 78.5 میلیمتر. نوع استاندارد آلایندگی L4. میانگین مصرف سوخت 6.4 لیتر در هر 100 کیلومتر. نوع شمع موتور ایکیوم RFN 58LZ. بوش سوپر بی ان ای آر تردین 318. معرفی قطعات موتور. درب محل ریختن روغن موتور. گیج اندازه‌گیری سطح روغن. قاب روی محافظ کوئل. قالپاق‌های میلسوپاپ. قاب‌های تسمه‌تایم. پایه نگهدارنده دسته موتور. چدنی اگزوز. سنسور اکسیژن بالا. محل نصب کاتالیزور. مجموعه فیلتر روغن و پایه فیلتر. فشنگی روغن. محل نصب حسگر سطح روغن. کارتل روغن. لوله مربوط به هواکش. سوکت کوئل. هوزینگ ترموستات.
محل نصب ترموستات. پیچ هواگیری سیستم خنک کننده. محل نصب لوله ورودی بخاری. محل نصب لوله بالا یا رادیاتور آب. مجموعه کلاچ شامل فلای ویل، دیسک و صفحه کلاچ. محل حک مشخصات موتور شامل شماره سریال موتور، تیپ موتور، شماره سفارش ساخت، منیفولد هوای ورودی به موتور، موتور برقی دریچه گاز، حسگر فشار و دمای هوا، محل اتصال لوله شیر برقی بخارات بنزین، پیچ هواگیری ریل سوخت، محل اتصال لوله ورود سوخت، سوزنهای انژکتور و سوکت‌ها، سوکت تغذیه اصلی انژکتورها، بلوک سیلندر از آلیاژ شدن، سنسور بدنی سیلندر که محل نصب آن بین سیلندر 2 و 3 می باشد، سراحی آب موتور که به رادیاتور آب و رادیاتور بخاری نصب می شود، پایه دست موتور بالا، قاب روی تسمه تایم، قاب پایین تسمه تایم، دنده سر میلنگ. ابزار و تجهیزات مورد نیاز جهت باز و بست موتور. ابزار عمومی شامل بوکس های بزرگ و کوچک و بوکس های ستاره‌ای، تورک متر و رابط درجه‌ای، ابزار اندازه‌گیری و ابزار مخصوص. مراحل بازنمودن قطعات موتور. درب روغن و گیج اندازه‌گیری را باز کنید. قاب روی محافظ کوئل را باز کنید. بخارات روغن را با فشار دادن بر روی زامن خارج کنید. کوئل را باز کنید. پای قالپاق سوپاپ را باز کنید. قالپاق‌های سوپاپ دارای واشر آب بندی می باشد. مهره‌های چدنی اگزوز را باز، چدنی و واشر را خارج کنید.
پیچهای نگه دارنده پایی فیلتر روغن را باز نمایید. پایی فیلتر دارای دو عدد اورینگ می باشد. لوله گیج روغن را خارج کنید. مهرهای مربوط به منیفولد هوای ورودی را باز نموده، سپس مجموعه منیفولد را به همراه ریل سوخت انژکتور و اورینگ خارج کن. سنسور ضربه بدنه سیلندر را باز کنید. سراحی لوله های آب را باز کنید. سراحی آب دارای یک عدد اورینگ می باشد. پایه نگه دارنده دسته موتور دارای 3 عدد پیچ می باشد. آنها را باز نمایید. قاب روی تسمه تایم موتور را باز نمایید. قاب پایینی تسمه تایم را خارج کنید. در موتورهای TU5 تایم میلنگ از سمت عقب موتور تنظیم می‌گردد. به همین منظور طبق تصویر توسط ابزار مخصوص میلنگ را در موقعیت تایم تنظیم نمایید. میلنگ را بچرخانید تا ابزار مخصوص بر روی فلای ویل قفل شود. موقعیت‌های تایم دنده‌های میل سوپاپ را نیز کنترل و تنظیم نمایید. سپس توسط پین ابزار مخصوص چرخ دنده‌های میل سوپاپ را ثابت نگه دارید. مهره بولبرینگ تسمه سفت کن را شل نموده و سپس تسمه تایم را خارج کنید. تسمه تایم موتور TU5 دارای 134 عدد دندانه و همچنین دارای علائم فلش و نشان می باشد که در زمان نصب می بایست رعایت شود تا علامت فلش در جهت گردش موتور و علائم نشان مقابل نشان دنده سر میلنگ و چرخ دنده های میل سوپاپ قرار گیرد. برای بازنمودن پیچ چرخ دنده های میل سوپاپ طبق تصویر توسط آچار میل سوپاپ را نگه دارید و سپس پیچ ها را باز نمایید. با توجه به زاویه باز و بست سوپاپ ها چرخ دنده میل سوپاپ هوا با حرف A و چرخ دنده میل سوپاپ دود با حرف ای تشخیص داده می شود که در زمان مونتاژ دقت شود تا جابجا نصب نگردد. قاب زیر تسمه تایم را باز نمایید.
به موقعیت قرارگیری قاب در پایین سیلندر دقت شود. پیچ مربوط به بولبرینگ هرزگرد را توسط آشار آلن باز نمایید. واتر پمپ را خارج کنید. پمپ دارای یک عدد اورینگ می باشد. چرخدنده سر میلنگ را خارج نمایید. بر روی چرخدنده یک عدد علامت نشان مربوط به تسمه تایم می باشد که در زمان نصب تسمه بایستی مقابل نشان تسمه تایم قرار گیرد. پیچهای سر سیلندر را به ترتیب و طبق شکل به روش حلزونی باز نمایید. سیلند را خارج کنید. در این موتور زمانی که میلنگ در موقعیت تایم قرار می‌گیرد، پیستون‌های 1 و 4 در نقطه مرگ بالای سیلندر و پیستون‌های 2 و 3 در نقطه مرگ پایین سیلندر قرار دارند. سیلندر دارای یک عدد مجرای ورود روغن به بالای سر سیلندر و دارای 4 مسیر برگشت روغن می‌باشد. محل‌های بسته شدن پیچ‌های سر سیلندر، محل گردش و مسیر مایع خنک‌کننده موتور. در این قسمت مشخصات سازنده واشر و نوشته تاپ جهت نصب واشر حک شده است. واشر سر سیلندر را خارج کنید. در این موتور واشر سر سیلندر از نوع چند لایه‌ای بوده و از آلیاژهای فلز جهت انتقال حرارت بهتر ساخته شده است. در این قسمت واشر مشخصات سایز واشر با ایجاد شیار توسط سازنده مشخص می‌گردد. یعنی تک شیار به معنای استاندارد و دو شیار به مفهوم تعمیری می‌باشد. پیچ‌های کارتر روغن را باز و کارتر را خارج کنید. آب بندی کارتر توسط چسب انجام می شود. سینی جلوی موتور را به همراه کاسه نمد خارج کنید. سینی جلو با چسب مخصوص آب بندی می شود. اویل پمپ را به همراه زنجیر و چرخ دنده خارج کنید. دیسک و صفحه کلاژ را خارج کنید. فلای ویل را باز نمایید. سینی عقب میلنگ را به همراه کاسه نمد خارج نمایید. مهره‌های شاتون را باز نمایید. سپس تمامی شاتون‌ها را به همراه پیستون‌ها خارج کنید. کپی‌های ثابت میلنگ را به ترتیب از وسط طبق تصویر باز نمایید.
همان گونه که گفته شد، شمارش سیلندرها در این موتور از سمت فلای ویل بوده و همچنین کپی‌های ثابت دارای شماره می باشد. در این موتور یاتاقان کپی‌های شماره 1، 3 و 5 صاف بوده و یاتاقان‌های کپی شماره 2 و 4 دارای شیار روغن می باشد. برای تنظیم میزان خلاصی افقی میلنگ، 2 عدد بغل یاتاقانی در کپی شماره 2 در داخل بلوک سیلندر قرار می گیرد. میلنگ را خارج کنید. نیم یاتاقان‌های داخل بلوک سیلندر را خارج کنید. نازل‌های روغن مربوط به خنک کردن پایین پیستون که در کانال اصلی قرار دارد را خارج نمایید. باز کردن قطعات سرسیلندر. هوزینگ ترموستات را باز کنید. ترموستات 89 درجه می باشد. پیچ هواگیری سیستم خنک کننده. برای باز کردن کپی های نگهدارنده میل سوپاپا، ترتیب شماره ها را طبق شکل رعایت. کپی نگهدارنده میل سوپاپ دود دارای شیار خنک‌کاری روغن می باشد. کپی نگهدارنده میل سوپاپ هوا فاقد شیار روغن است. آب بندی کپی ها با سرسیلندر توسط چسب مخصوص انجام می شود. کاسه نمت ها را خارج کنید. استکان تایپیت های هیدرولیک را توسط آهنربا درآورید. پس از کنترل استکان تایپیت ها به محل قرارگیری آنها دقت شود تا در زمان مونتاژ جابجا نصب نگردد. توسط ابزار مخصوص فنر جمع کن، خار فنر سوپاپا را آزاد نموده و سپس پولک روی سوپاپ، فنر سوپاپ و لاستیک گیت سوپاپا را خارج کنید. توسط ابزار مخصوص لاستیک های گیت سوپاپا را خارج کنید. شمع ها را باز کنید. در این موتور از 2 نوع شمع استفاده می شود. بوش و ایکیوم. همان گونه که قبلا گفته شد، اجزای سرسیلندر را به ترتیب طوری قرار دهید که در زمان مونتاژ کردن قطعات در محل قبلی قرار گیرد.